آغاز تحکیمات مسیر دریای آمو که در سالهای پسین خسارات را به بار آورده است. اما اکنون حکومت برای جلوگیری از خسارات و کنترل آب این دریا در جریان آبخیزی ها دست به کار شده و طرح را برای تحکیم کناره های آن روی دست گرفته است. اینجا هم کار تحکیمات مناطق آسیب پذیر در مسیر دریای آمو در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ آغاز شد. د خپل هیئت د مسلکي ملګرو په ملتیا باندې او همدارنګه د خپل هیئت سره په مشوره باندې مونږ په څلورو پنځو ولایتونو کې کار شروع کوو، چې په دې څلورو پنځو ولایتونو کې لومړی نقطه یا لومړی ځای چې زموږ دی هغه د شورتپې ولسوالۍ ده. د بلخ ولایت د شورتپې ولسوالۍ ده، ځکه چې دا ځای ډېر تهدید شوی دی، ډېر تخریب لاندې دی. 2 میلیارد افغانۍ بودجه تصویب شده از طرف کابینه امارت اسلامی و انشالله کارش امروز آغاز میشه و کارش شروع میشه و انشالله امید هستم که به زودترین فرصت تحکیمات سواحل امور انشالله ما شاهدش می باشیم که تحکیماتش شروع می باشه و این یک خوشخبری بسیار خوب هستن. همه ساله دریای آمو دهها قریه صدها جریب زمین زراعتی را می بلد. برخی از باشندگان ولسوالی شورتپه ولایت بلخ از آغاز کار این طرح عمرانی استقبال میکنند و بر تطبیق همه جانبه این طرح تاکید دارند. در زمان حکومت سابق هیچ گونه توجه در اینجا صورت نگرفته بود. خرسندی میکنیم که امارت اسلامی توجه خاص در این منطقه را توجه نموده. چند وقت پیش وزیر صاحب زراعت هم آمده نزدیک دیده مشکلات های ما مردمه. زمین های زراعتی را تقمین 2 کیلومتر برده، 2 کیلومتر امسی مسجد گرفت، اینم زیر چیزم دریا کلش قریه بود، 3 مسجد بودم منطقه امرا کل را گرفته. بازم کم مانده مسجد جامعه، کم مانده 1.5 کیلومتر مانده. کار تحکیمات در مسیر دریای آمو در حال آغاز شده است که چند پیش یک هیئت متشکل از چندین وزارت و شمال کشور آمده بودند و از تخریبات کناره های دریای آمو بازدید کردند. یافته های این هیئت نشان می دهد که آبخیزی های دریای آمو سبب شده تا حدود 25 کیلومتر خاک افغانستان به بستر دریا مبدل شده است.